به شما شما سمن اصلیخ روز یکی از مریدان هاراو به البت اسرائیل زخر صدیقی براخا نزد ایشون آمد و گفت که قصد مسافرت به کشور سوئیس رو داره و از هاراو خواست که ایشون رو برخا کنه در این حال ایشون عنوان کرد که اگر هاراو فرمایشی داره و موردی است که ایشون میتونه برای ایش... هاراو اه... در کشور سوئیس انجام بده ایشون با کمال میل در خدمت حاضر است راف انگامی که اون مورید رو به کرد رفت و یک ساعت مچی رو که در یک صندوقچه ای بود اوورد و گفت که این ساعت رو خواهشن نگاه کن و اگرم میخوای به هر حال اون شماره ها و چیزهایی که پشت ساعت نوشته اون کدی که اون ساعت داره اون رو هم یادداشت کن و یک ساعت مطابق همین از کشور سوئیس برای من بخرا بیا چون که من میبینم که این ساعت ساخت کشور سوئیس است و شاید اینجا کمتر پیدا بشه حالا که تو داری میری سوئیس خواهشان یک اینطور ساعتی رو برای من بخر و بیا اون مورید گو با کمال میل و به هر حال مشخصات اون ساعت رو یادداشت کرد که بتونه دقیقا فرمان آراو رو به مرحله اجرا بگذاره و رفتشون در سوئیس و به برنامه های خودش مشغول شد و در حین حال هر جا که میرفت در فکر بود که به نحوی اون ساعت رو برای هاراو و اسرائیل اسرائیل زخد صدیق برخا پیدا کنه شون یک هفته اونجا بود و هر جایی که رفت هر جا که سوراخ می گرفت که آقا چنین ساعتی با این مدل با این وضع وجود داره یا وجود نداره می که اون ساعت پیدا نمیشه شاید اون به مدلش خیلی قدیمی بوده دیگه تولید نمی و اینها تا اینکه بعد از اینکه ایشون مسافرتش تموم شد برگشت نزد راو و واقعا با یک سرفکندگی و شرمندگی و گفت که جناب راف من به شما حقیقت رو بگم من یک هفته در سوئیس بودم دنبال کار و برنامه بودم ولی باید بهتون بگم که لحظه از فکر خرید ساعت برای شما غافل نشدم ولی هر جا رفتم ساعت پیدا نکردم و من واقعا شرمنده ام که نتونستم فرمان شما رو به مرحله اجرا بگذارم ناراو لبخندی زدند و گفتند که تو خیال میکنی من به ساعت نیاز دارم یا نیاز داشتم من این رو بهت گفتم میدونستم که این ساعت دیگه از دور خارج شده و تولید نمیشه که تو در تمام طول مدتی که اونجا هستی تو فکر من باشی همین که تو, تو فکر من باشی این یک رابطهی معنوی بین ما ایجاد میشه حالا رقم این که ما دیگر دور هستیم فاصله داریم و این ارتباط معنوی میتونه به تو خیلی کمک کنه که در کارها و امورت موفق باشی بر روی این نکته راو زیلبرگ زخر صدیق لیبرها نکته بسیار مهمی رو عنوان می‌فهمم. شون میفرمان که بعد از 120 سال انگامی که انسان به اون دنیا میره هر شود که خب ازش سوال میکنند اون رو مورد مواخصه قرار میدن که خب تو اون دنیا تو چه کار کردی؟ تنها چیزی که اون فرد عنوان میکنه این است که میگه آقا من حقیقتش میخواستم با کوله باری مملو از میتسوت و محسیم توویم و تورا و هلاخا و فلان و اینها بیام اینجا ولیکن نشد موفق نشدم اونطوری که باید و شاید نتونستم در راه تورا باشم اونطور که باید و شاید نتونستم که میتسوت و مسیم رو انجام بدم اونطور که باید و شاید نتونستم که به هر خودم رو وقف معنویت بکنم اونجا در دادگاه عدل رای روی این انسان میخندن و میگن که تو خیال میکنی که پروردگار بزرگ کم ملاخ داره که اونها امر اشم رو به مرحله اجرا بگذارن اون چیزی که خداوند از تو میخواسته این بوده که در هر کاری که انجام میدی خدا رو مد نظر قرار بدی و از ذکر و یاد خدا غافل نشی این مطلب برایش مهم بوده اگر که کار میکردی اگر کاسبی میکردی باید بود که حشم رو مد نظر قرار بدی و بدونی که خداوند حاضر و ناظر است اگر تفیلا میخوندی اگر تلموتورا داشتی اگر صداخا میدادی کارهای مختلف فقط نظارت و حضور اقدش بارخو باید بود در نظر تو باشه و همواره به فکر هشم باشی این برای هشم از همه چیز مهمتر هست یعنی انسان انگامی که در کارهای عادی هم که انجام میده میره کار میکنه درس میخونه غذا میخوره میخوابه انبا این برنامه ها فکرش و اون اندیشش معطوف باشه به حق و دشوار خود یعنی فقط اشم رو در همه زمین ها در فکر و نظر خودش داشته باشه بگه آقا من غذا میخورم خب برار غذا خوردن لازم هست برای اینکه من بتونم به زندگی ادامه بدم ولی اینکه این غذا میخورم برای اینکه سالم باشم که بتونم بهتر اشم رو عبادت کنم من کار میکنم کاسبی میکنم چون که خب زندگی بایستی که به نحوی بچرخه و اگر کسی پول نداشته باشه نمیتونه خانواده رو اداره بکنه ولیکن باید بگه که من کار و کسب رو پیش کار خودم کردم که درآمد داشته باشم که بتونم خیلی با فکر راحتتری پروردگار رو عبادت بکنم طرف تفیلا میخونه تفیلا خوندنش باید باشه به عنوان اینکه برای حالا گفتن تفیلا فلان ساعت تا فلان ساعت بعد برخوا بشه و اصلا ندونه کی میاد که حساب کی اصلا میز رو فرار میکنه مانند اینکه یک بار رو دوشش از میندازه و میتونه. نه تو تفیلا خوندن باید انسان به این فکر کنه که داره در حضور چه کسی تفیلا میکنه با چه کسی داره صحبت میکنه یا انواع و اقسام مسائل و برنامه دیگه پس اگر انسان به فکر هشم باشه در هر لحظه از زندگیش اون فکر هشمیت بارخ اون لحظه رو تقدیس میکنه و اون رو ثبت میکنه به عنوان یک امتیاز برای انسان در علام ابا پس چقدر خوبه که انسان هیچگاه از یاد خداوند غافل نشه ما هنوز در مشنای دوازده از فصل که پیرخوابات هستیم در خصوص قسمت آخر فرمایش هیلل که میفهمد اوهوه تبریوت اون قربان لطورا فهمد که مردم رو دوست داشته باش و اونها رو به تورا نزدیک کن اینجا هیلل یک راهکار بسیار مهمی رو به ما ارائه میده که اگر ما بخوایم کسی رو مزکی کنیم به طورت قدوشا بایستی که قبل از هر چیز چه دیدی نسبت به اون فرد داشته باشیم میفهمات اوهه به تبریوت ما باید اون طرف رو دوست داشته باشیم و وقتی که اون طرف رو دوست داریم به اون فرد میتونیم روحیه بدیم و به اون به نحوی صحبت بکنیم که اون تشویق بشه که در راه تورات ناقدوشا بیاد مثلا فردی که اومده به ما صحبت میکنه که آقا من میخوام مثلا به آموزش تورا رو بیارم من میخوام تفیلا بخونم من میخوام تفیلین بذارم من میخوام سیسید بپوشم و از این صحبت ها انسان نباید این دید رو نسبت به اون شخصی که شاید الان چهل پنجاه سال هست که از دین و از تورا و خدا دور بوده در ذهنش داشته باشه که ببینه الان این شخص دیگه به قول معروف حالا که رسیده به پنجاه سالگی به شهست سالگی تازه به فکر افتاده که بیاد در راه اشم انگامی که این دید رو داشته باشه به اون فرد مطمئنا نخواهد توانست که اون فرد رو تشویق کنه و با سردی باش برخورد میکنه میگه خب فلان فلان حالا اون فرد است که بهتون کمک کنه حالا این هست حالا من فکر میکنم و خود به خود باعث میشه که اون شخص سرد بشه و از تو را دور بشه ولی وقتی که انسان اون فرد رو واقعا تحویل میگیره میگه آفرین هیچ وقت برای شروع دور نیست الان اومدی میتونی پیشرفت بکنی و از اون کسانی که سالهای سال در این برنامه بودن میتونی جلو بزنی و با این عشق علاقه با اون آدم صحبت میکنه و اون رو تشویق میکنه و اون رو گرب میکنه اون موقع میتونه که اون رو به تراتن و ها نزدیک و نزدیک در کنه در حقیقت هیلر از آقای این حرف رو که میزنه خودش این کار رو به مرحله اجرا گذاشته به نحوی که ما میبینیم وقتی که شخصی میاد نزد شمایی که میگه آقا من میخوام همین طوری که روی یک پای ایستادم تمام موارد تورا رو یاد بگیرم و به یهودیت روی بیارم گرایش داشته باشم شمای خب البته این دید اول دید ظاهر داستان هست عصبانی میشه و در حال با اون چوبی که در دستش بوده دنبال اون فرد میفته و میگه برو دنبال کارت مرد حسابی من سالهای سال است در راه آموزش تورات دوشا هنوز نتونستم که اون موارد رو کامل یاد بگیرم تا الان اومده میگی در مدت زمانی که تو میتونی روی پات بیستی میخوای این مطلب رو به صلا داشته باشی و به قول معروف تو دیر اومدی میخوای زودم بری اون فرد میره نزد هیلل و هیلل با درایت اون رو میپذیره و اول یک مورد اصلی رو بهش عنوان میکنه و هفت داره رخا کاموخا و بعد آرام, آرام 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 اون فرد رو هدایت و ارشاد میکنه که بتونه در راه تورات نوعقدوشا باشه پس اینه که انسان هیچگاه هیچ فردی رو دست کم نگیره انگامی که شخصی واقعا داره رو میاره به قدوشایی انسان اون رو دوست داشته باشه و بهش کمک کنه که اون رو به تو نزدیک و نزدیک در کنه روز و روزگار بسیار خوب خوشی رو برای همه گند عزیزان حرزو مندیم شلوم